اسلام حراسی پدیده است که در چند سال اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا ظاهر شده و در حوادث و برهه های زمانی مختلف شدت گرفته است بر همین اساس یک مقام پاکستانی خواستار اتخاذ موضعی مشترک و بینومللی علیه اسلام حراسی شد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. وزیر حقوق بشر پاکستان خواستار اتخاذ موضع مشترک کشورهای اسلامی در برابر اسلام حراسی در سر, تا سر جهان شد. شیرین مزاری، وزیر حقوق بشر پاکستان طی اظهاراتی در این باره گفت کشورهای مانند پاکستان و ترکیه می توانند برای بوزه متحد علیه آزار و اذیت مسلمانان در سراسر سر جهان تلاش کنند. وی افزود کشورهای اسلامی باید اختلافات را دفن کنند و در جبهه دیپلماسی برای حفظ حقوق مسلمانان فعالتر باشند. وزیر حقوق بشر پاکستان اختلافات در جهان اسلام را مایه تعصف توصیف کرد و خواستار موضع یک پارچه اسلامی برای مقابله با آزار و اذیت مسلمانان توسط بسیاری از حکومت ها از جمله هند شد. مزاری درباره افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا با سنی های تندرو طالبان مشارکت و همکاری و به حل بحران فضاینده انسانی در این کشور کمک کند. وی ادامه داد ماههای آینده شاهد دیپلماسی تهاجمی تری از سوی پاکستان درباره کشمیر اشغالی خواهیم بود جایی که هند مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی تدریجی می شود او افزود پاکستان و ترکیه درباره مسائل عمده در تماس دائمی هستند و رایزنی های مستمر در مورد موضوعاتی مانند اسلام حراسی و وضعیت بشر دوستانه در افغانستان وجود دارد. مایه تاسف است که سازمان همکاری اسلامی درباره مسائلی که عمیقا جهان اسلام را تحت تاثیر قرار می دهد، کاری انجام نمی دهد. مسلمانان در سراسر جهان تحت ظلم قرار میگیرند و این دولت ها هستند که باید در برابر نقض حقوق آنها واکنش نشان دهند مزاری با انتقاد از آنچه نفاق غربی توصیف کرد گفت اتحادیه اروپا و آمریکایی همچنان درباره حقوق بشر و آزادی های شخصی و مذهبی در کشورهای اسلامی سخنرانی می کنند بنابر ما حق داریم که درباره آزادی دینی در کشورهای غربی صحبت کنیم